بر اساس پیشنهاد اداره اترا و وزارت مخابرات، کابینه امارات اسلامی طرح را تایید کرده است که در روند خریداری سیمکارت تغییرات آمده و کسانی که پس از این میخواهند سیمکارت خریداری کنند، هنگام ثبت و راجستر آن باید تذکره الکترونیکی و یا هم پاسپورت با خود داشته باشند. با گفته سخنگوی این اداره، کسانی که تذکره الکترونیکی و یا پاسپورت ندارند، هنگام خرید سیمکارت کس آنان را تضمین کند که پاسپورت و یا تذکره الکترونیکی داشته باشند. د محترم کبیر خان هغه تعدیل پیشنهاد منظور شو چې د سیم رجستریشن په پروسه کې تعدیل راغی. د دې تعدیل په اساس باندې که څوک غواړي چې سیم کارت واخلي، باید الکترونیکی تذکره یا پاسپورت ولري، او که څوک خپله پاسپورت یا الکترونیکی تذکره نه لري، کاغذ تذکره وي ورسره، هغه بیا باید یو نفر داسې حاضر کړي د سیم کارت اخیستلو په وخت کې چې هغه الکترونیکی تذکره یا پاسپورت ولري. با گفته آقای شمس، هرچند که این سیستم مشکلات را به بار می آورد به ویژه در ولایت ها، اما شرکت های مخابراتی مکلف هستند تا به خاطر اینکه از ثبت نشدن سیم کارت ها جلوگیری شود، این طرح را عملی سازند، زیرا تذکره های کاغذی از اعتبار چندان برخوردار نیست و امکان تقلب در آن وجود دارد. ټول مخابراتي شرکتونه مکلف دي چې د دې پریکړې په اساس باندې پس له دې ټول مخابرات سیم کارتونه باید الکترونیکی تذکره باندې ثبت کړي، او که الکترونیکی تذکره یو نفر سر نه وي، نو دوی کولی شي چې یو داسې ضامن پیدا کړي خپل چې هغه د دوی د هویت تثبیت وکړي او هغه الکترونیکی تذکره ولري. شهروندان کشور اما میگویند که حکومت باید تسهیلات را در بخش ثبت سیم کارت ها به وجود آورد، زیرا گرفتن تذکره و یا پاسپورت زمانگیر و هزینه بردار است. از این رو آنان در گرفتن سیم کارت با مشکلات مواجه هستند. دولت باید کینه دې شي که نو سره دا خبره وکړي چې موږ ته اسانتیا برابر شي، او موږ ته باید سیم کارت او موږ وسنه رسیږي چې موږ الکترونیکی تذکره ځان ته واخلو، هغه باندې مصرف راځي، او بعد د خپل منځو کې د کینو خپل دا مشکل حل کی، او موږ ته د اسانتیا برابر. شرکت مخابراتی قانوني که واس کرده، قانون بسیار عالیه از نظر شخصی ما آدم، چرا به خاطر که از جلوی سرقت های سیم کارت گرفته میشه و طرف میتونه بسیار آسانی هم سیم کارت خود پس بگیرد. بعض اینا تا حالا برد تذکره الکترونیکی نرفته، اینا کاغذی داره. خب الان مرتکه تماسه باشه برای تذکره الکترونیکی بگیره، خیلی طول میکشه، خیلی دیر میشه. این در حال است که در گذشته سیم کارت های وافر در بازارها به فروش می رسید بدون اینکه ثبت و راجستر شوند، اما پس از حاکمیت امارات اسلامی این روند قانونی شد و کسی نمی تواند بدون ثبت و راجستر سیم کارت خریداری کند.